یکی از اون درسایی که شاید اصلا بهش علاقه نداشتم و اهمیتی نداشت برام تاریخ بود. ولی هرچی رفتیم جلوتر، هرچی سنمون بیشتر شد، واقعا به این رسیدم که تاریخ چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره و چقدر دوست داشتنیه، چون پر از نکته تجربه و درس عبرت‌هایی هستش که خوب آدم هر از چنگایی یه نگاهی بهش بندازه. در کنارش شاید به واسطه شغلم و کسب و کارهایی که میدیدم علاقه پیدا کردم به سرگذشت و تاریخچه برندهای مختلف، به اینکه چی میشه یه برند متولد میشه و موندگار میشه، به اینکه چی میشه که یه آدمی پیدا میشه و یه برندی رو تأسیس میکنه که تا سالیان سال از محصولاتش مردم استفاده میکنه. من پیمان حسینی ام و توی کانال یوتیوبم در مورد هر چیزی که تجربه کردم و حس میکنم میتونه براتون مفید باشه ویدیو میذارم. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. هر نوع حمایتی که باعث میشه که من بازم به کارم ادامه بدم دریغ نکنید. دمتون گرم. اما بریم سراغ داستان. داستان امشب چیه؟ داستان امشب از اولین سلسله ویدیوهایی که در مورد تاریخچه برنده قراره با هم دیگه صحبت بکنیم. بیاید بریم سال 1307. سال 1307 توی اصفهان یه صابونی درست میشه به اسم صابون سوبلمه. سوبلمه ترکیبی از جیوه و کلوره. میشه گفت یه ماده سمیه، ولی خب برای ضد عفونی کردن زخم‌ها، از مردن قارچ و حشرات و این داستانا استفاده می‌شده که اومدن صابونش کردن. اینو کی انجام داده؟ یه آقایی به اسم غلامرضا داروگر. این آقا اولین کارخونه صنعتی صابونسازی توی ایران رو تأسیس میکنه و برای اینکه کارشو گسترش بده سال 1320 میاد به سمت تهران. و یه سری محصولات دیگه مثل پودرهای لباسشویی، مایع ظرفشویی و یه شامپو تخم‌مرغی رو درست میکنه. شامپو تخم‌مرغی که میشه گفت 70 سال قدمت داره و خیلی ها ازش استفاده کردن. فکر کن یه ترکیبی رو پیدا بکنی که 70 سال بفروشی، 70 سال مردم ازش استفاده بکنن. بدون هیچ طعم اضافه‌ای، شامپو تخم مرغی، و در کنارش یه مایع ظرفشویی درست میکنه به اسم ریکا. جالب بدونید که این مایع ظرفشویی انقدری بین ایرانی‌ها مشهور میشه که کلن به مایع ظرفشویی میگن ریکا. یعنی هر نوع مایع ظرفشویی از هر برندی که پیدا کنن بازم بهش میگن ریکا. من خودم یادم مثلا مادرم منو میفرستاد در مغازه، میگفت برو ریکا بگیر، من میرفتم به آقای میگفتم آقا من ریکا میخوام، میگفت از کدوم برند؟ در این حد. از اینا که بگذاریم، سال 1336 برند داروگر رسما ثبت میشه و یه سری تبلیغات تلویزیونی انجام میده که خب من یکی از اونا رو گیر آوردم و بد نیست ببینید. البته اینو بگم که من خودم دیدمش، یاد اون تبلیغ اون خانومه که بستنی رو میبره تو بیابون میخوره افتادم. یه ذره نگاه جنسیتی توی این تبلیغ نهفته است، ولی در کل میتونم بگم که در زمان خودش تبلیغ بدی نبوده. یه نگاه بهش بندازید. زیبایی حتی در یک تابلوی بیجان نقاشی همه را به سوی خود می کشاند، در حالی که کسی به این دختر خانم توجهی ندارد. آینه هم به او می گوید که از زیبایی بهره ای نداری، باید رفت. مایوس و تنها به سوی سرنوشتی مبهم. چی؟ صابون نخل و زیتون داروگر زیبایی واقعی شما را آشکار می دارد؟ عجب، یک بار امتحان کنی. به به، من این همه زیبا بودم؟ آینه هم زیبایی او را می ستاید. حالا دیگر چشم ها می بیند و دل ها می خواهد. می کند. پیر و جوان، واله و شیدای خوبی و زیبایی هستند. آهای، حواست کجاست؟ بیا پشت از پا تو چشم دره. دیگر این شاهکار شگرف عالم نقاشی هم هواخواه ندارد. زیبایی جاندار اینجاست. صابون نخل و زیتون داروگر مهره مار نیست، فقط زیبایی واقعی شما را آشکار می دارد. البته بگم من یه سری قسمت های اینو سانسور کردم. بالاخره اون قسمت هایی که میره تو همون و اینا رو نشون میداده، نه کامل، ولی خب یه چیزایی نشون میداده که حس کردم خوب نیست الان شما اینا رو ببینید. یه وقت چشم گوشتون خدایی نکرده باز نشه، فردا وسط نرید بگید پیمان حسینی چشم گوش ما رو باز کرد، البته که شما خودتون استادید. بگذریم. سال 1352
این شرکت داروگر به هلدینگ سهامی عام کف تبدیل میشه. یعنی چی؟ یعنی این خود این داروگر میاد زیر شاخه هلدینگ سهامی عام کف و چند تا شرکت دیگه ای هم تأسیس میشه. از جمله مهمتریناش میتونن به تودی پرس که خودش تو حوزه همون لوازم آرایشی بهداشتی اینا فعالیت میکرده اشاره بکنم، روغن نباتی جهان و محصول غذایی کیوان. آره این کیوان توی همدان هم بوده. اینا یه سری از اون معروفاش بودن، یه چند تا دیگه هم بودن که زیاد معروف نبودن در حد اینا، ولی خب میشه گفت در کل یه 18 تایی کارخونه و مجموعه زیر نظر این هلدینگ سهامی عام کف تأسیس شد و کار میکردن. سال 1357 با انقلاب بازی عوض میشه، بازی یه ذره عوض میشه و خب این شرکت سهامی عام کف یه درصدیش میرسه زیر نظر بانک ملی، یه درصدیش میره زیر نظر بنیاد شهید و یه سری سهمای جزئی هم بین یه سری سرمایه‌گذار خیلی جزئی میشه گفتش که تقسیم میشه. زیاد حالا روز خوبی نداشته، ولی تا دهه 70 یه آقای عزیزی به اسم مهندس علی نقی میاد مدیر عامل شرکت داروگر میشه و میتونیم بگیم که این برند رو دوباره زنده میکنه. برندی که شاید به سمت ورشکستگی و به سمت نابودی داشته میرفته رو میاد احیا میکنه و دوباره بر سر زبان ها میارتش و تقریبا 170 نوع محصول رو تولید میکنه و سهم خیلی خوب و زیادی از بازار مواد آرایشی و بهداشتی رو به خودش اختصاص میده. یکی از تبلیغایی که اون موقع درست کردن سال 1379، شاید خیلی یادشون نباشه، شاید خیلی هم ندیده باشن، یه تبلیغ بودش که یه دختر بچه‌ای میومد با یه دونه قورباغه‌ای که حالا بهش میگفتن قورقوری جون، میشه گفتش که نماد اصلا شرکت داروگر بود، استفاده میکردن. بریم تبلیغ رو با هم دیگه ببینیم. سلام سلام قوری قوری جون، اومدم خرید. بح بح سلام خانم کوچولو، خوش اومدی. شامپو میخوام با صابون، محصول قورقوری جون. بفرمایید اینها برای کوچیکا و بزرگا. ما یه ظرفشویی داریم. بله ریکا بفرمایید. برای بهداشت پوست کرم داریم، چه خوشبوست. برای تمیزی دست شیر داروگر آماده است. برای دندونامون چی؟ خمیر دندون قورقوری. قوری قوری جون گل کاشتی، هر چی که خواستم داشتی. نشانه داروگر درخت نخل طلاست، محصولی از قورقوریه، دوست همه بچه هاست داروگر. حالا یه نکته داخل پرانتز بگم، این دختر خانومی که دیدید صدف حاجی کریمیه و میتونیم بگیم الان خب خیلی بزرگ شده، ماشاءالله هزار ماشاءالله، و پاریس. نکته‌ای که وجود داره، قبل از اینکه بره پاریس هم یه سری تبلیغات و یه سری همکاری‌ها با برند دورسا هم انجام داده بود. یه برندی هم مال خودش داره که توی بحث طلا و جواهرات و این داستانا ان شاءالله که موفق باشه. این خانم رو بذاریم کنار. سال 1389 یه اتفاق عجیبی میفته، یه اتفاقی که باعث میشه مهندس علی نقیب کنار گذاشته بشه و سهم خیلی زیادی از این شرکت هلدینگ سهامی عام کف به یک شخصی به اسم بیژن اسماعیلی داده بشه. تقریبا 51% به این شخص واگذار میشه و 49% بقیه هم به صورت تقریبا سوری میشه گفتش که زیر نظر بنیاد شهید بوده و تمامی کارا و مدیریت و ریاست این قضیه تحت نظر آقای بیژن اسماعیلی بوده. که خب همین داستان سهم گرفتنش با بورس کلی اتفاقاتی داشته که تا سال 1392-93 درگیر این بودن که آقا چی شد که اصلا این آدم همچین سهمی از این شرکت یهو گرفت و میشه گفتش خیلی هم روشن نشد که اصلا چه اتفاقاتی افتادش. اینو بذاریم کنار. از سال 1389 تا سال 1399 این شرکت تقریبا 1000 میلیارد ضرر کرده و بدهی بالا آورده و جالب اینجاست که سال 1399 تقریبا شرکت خود داروگر 8 میلیارد درآمد داشته و کل هلدینگ 24 میلیارد. تولیداتی که توی سال 1389 بوده 77 هزار تن مواد آرایشی و بهداشتی بوده، ولی تو سال 1399 این تولیدات تقریبا به 22 هزار تن میرسه و این تولیدات انقدر رفته رفته کم میشده که سال 1399 اصلا دیگه خمیردندون داروگر تولید نمیشده. و باید بدونید که برند تولی پرس و شرکتش زیر نظر همین هلدینگ سهامی عام کف و زیر نظر شخص همین آقای بیژن اسماعیلی تو همین سالها کامل نابود شد و به خاک سیاه نشونده شد و دیگه ما هیچ اثری از تولیپرس نمیبینیم. در کنار اینا 14 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه میره کارخونه روغن نباتی جهان
و جالبه بدونید که اونجا میبینه که کلن 80 تا کارگر دارن کار میکنن، کارخونه ای که تقریبا میتونه 1200 تا کارگر داشته باشه و کلی داد و بیداد و اعصاب خردی و جنگ و فلان و اینا را میندازه که چرا باید وضعیت اینجوری باشه. یه مهلت 10 روزه میگیرن و از اون 10 روز 2 سال دره میگذره و هنوز که هنوز کارخونه جهان به روال قبلی خودش باز نگشته. کارخونه جهان زیر نظر هلدینگ سهامی عامه‌کف و باز هم زیر نظر آقای بیژن اسماعیلی. اینا رو هم بذاریم کنار، اردیبهشت سال 1400 رئیس جمهور جدیدمون وارد کارخونه کیوان میشه. کارخونه کیوان صنایع غذایی که زیر نظر هلدینگ سهامی عامه‌کف و باز هم زیر نظر آقای بیژن اسماعیلیه. و بله، باز هم بازی تکرار میشه. بازی که پرسنلش کامل ناقص و خط تولیدش کامل فلج و باز هم دعواها و تهدیدها و عصبانیت‌ها و مهلت‌ها و باز هم هیچ فایده‌ای نداره که نداره. طبق اصل 44 قانون اساسی کشور وقتی یه چیزی به یه کسی واگذار میشه، از شروط واگذاری اینه که تولیدات افزایش پیدا بکنه، اشتغال زایی داشته باشیم و کیفیت بهبود پیدا بکنه. اگه این کارا انجام نشه، باید دادگاه براش تشکیل بشه و پروندهش رسیدگی بشه. حالا چنین شخصی که هلدینگ سهامی عامه‌کفو داره و 18 تا زیرمجموعه زیرش هستش و همه‌شون داره به سمت نابودی میبره، چرا به پروندهش رسیدگی نمیشه؟ سوالیه که میشه گفتش که شاید جوابشو بدونم و شاید هم جوابشو ندونم، ولی حرف من اینه، من دید بیزینسی دارم. برندی که برند ملیه، کلی دستاورد داشته برامون و میتونسته سالیان سال باز هم تولیداتش انجام بشه و حتی صادر بشه و کلی اشتغالزایی دیگه ای داشته باشیم، چرا باید اینجوری نابود بشه؟ الان میشه گفتش که خیلی دیگه از داروگر نشونی نیست. میگن میخوان با خلاقیت و تولیدات بهتر و محصولات بهتر به بازار برگردن، ولی از این میگن ها خیلی گفتن تا زمانی که اجرا نشه، تا زمانی که عملی نشه، یا بهتر بگم تا زمانی که افراد ناکارآمد در رأس این مجموعه هستن، هیچ تغییراتی رو ما نمیبینیم و نخواهیم دید. امیدوارم که این ویدیو براتون انقدر جذاب بوده باشه که تا این آخر اومده باشید. اگه نظری دارید خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها به من بگید. خیلی مخلصیم. همین.